بسم الله الرحمن الرحیم. نبی عبدالله علیه السلام انه قال من انعم الله علیه نعمتن فعرفها بقلبه و علم ان المنعم علیه الله فقد ادا شکرها. شکر بنابراین دارای این دو پایه اصلی است. اول اینکه انسان بدانه که این نعمت از خداست، مثل قارون نگوید که انما اوتیته على علم. قارون خیال میکرد که خود اوست که این ثروت را برای خود جمع کرده است. میگفت تونستم جمع کردم، مال خودمه. اینجوری مقامی کسی داره میگه بله استعداد داشتم، زرنگ بودم، تونستم به دست آوردم، به کسی هم مربوط نیست. این ضد شکره. شکر این است که بدانه که ما بکن من نعمتن فمن الله. اگر استعدادی هم انسان داره، اون استعداد هم مال خداست. اگر همتی هم به خرج داده، او هم متعلق به ذات اقدس باری تعالی است. اگر امکانات جور شده از توفیق، توفیق یعنی جور شدن امکانات، پیش آمدن امکانات، چون گاهی انسان همه هنرها را هم به خرج می دهد اما امکانات جور نمیشه، توفیق پیش نمیاد. اگر توفیقی هم پیش آمده است، باز متعلق به خداست، صنع الله هست. اینها را انسان بدانه، به حقیقت دانستن، عن زهر القلب بدانه اینا رو. همین که این رو بدانه، این پایه اول شکر انسانه، که انسان بدانه این نعمت مال خداست، منی وجود ندارد. این خویلا است، تصور باطل است که انسان گمان کنه که اوست که با هنر خودش این موفقیت را، این امکان را، این پول را، این مقام را، این وجهه را، این محبوبیت را، این علم را به دست آورده است. نه خیر، از خداست. این پایه اول شکر. و پایه بعد، پایه دیگر که حالا اون رو قبلا در این روایت ذکر کرده اند، نعمت را بشناسد. شناختن نعمت. بعضی انسان ها که خود ما هم از این قبیل هستیم، از بسیاری از نعم الهی غافلیم، غفلت داریم. مهمترین نیازهای ما که برآورده می شود در زندگی روزمره و عادیمون، نعمت‌های بزرگ خداست. گرسنه میشید، یه لقمه نان توی دهنتون میگذارید، میجوید، فرو میدید. ببینید چقدر نعمت دست به دست هم دادن که این یه کار عادی روزمره حاصل شده برای انسان. بشناسیم این نعمت‌های خدا. وقتی انسان از یک نعمتی محروم شد،
سلب شد از انسان یک نعمتی، اون وقت میفهمه که این نعمت بود در او. این پایه اول. بعدم بدانیم که این از خداست. کسی که اینها را بدانه فقط ادا شکرها، این شکر کرده. و لم یحرک لسانه، ولو نگه خدایا تو رو شکر، همه وجود او شکره، دل او شاکره، روح او شاکره، خاضعه، ولو حالا زبانم نگه. این خیلی بهتر از این است که انسان ندانه که این نعمت مال خداست، از خودش بدانه، اصلا نشناسه نعمت را، یه الهی شکری هم به زبان بگه بی توجه، ارزشی نداره. پس حقیقت شکر اینه. و من علم ان المعاقب على الذنوب الله فقد استغفر، اینم خودش استغفار کرده، طلب مغفرت کرده، استغفار حقیقی است این. و لم يحرك به لسانه، ولو به زبان هم این استغفر الله را نیاره. البته این معناش این نیست که نباید گفت استغفر الله، نه، باید گفت. چون یا نباید گفت شکرا لله، باید گفت، چون انسان مرکز غفلت هاست، هر لحظه ای عوامل گوناگونی بر روح انسان اثر میگذارن، اثر غفلت آور، اثر نسیان آور. احتیاج داریم که به طور دائم این خاکسترهای غفلت را که لحظه به لحظه بر روی این گداختگی ایمان در دلمون می نشینه هی پس بزنیم. اینم نمیشه مگر با تلقین، با گفتن، با تذکر، با متوجه بودن و با مراقبت. این همون چیزی است که بهش گفته میشود مراقبت. پس بنابراین گفتن استغفرالله، گفتن شکران لله لازمه، اما حقیقت شکر این نیست، حقیقت استغفار این نیست. حقیقت شکر اون چیزی است که گفته شد و همچنین استغفار. صفحه 369. Thank you.